با اینکه اعتصاب گسترده کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران از سوی بسیاری از روزنامه ها نادیده گرفته میشه، پوشش داده نمیشه و اخبارش رو هم منتشر نمی کنن. با اینها روزنامه جهان صنعت این عکس رو از اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت، پتروشیمی و گاز منتشر کرده با تیتر عاقبت بی‌تدبیری و نوشته که اعتراض صنفی کارگران صنعت نفت ادامه داره. تأکید روزنامه جهان صنعت اینه که گسترده است این اعتصاب و از سال 57 تا کنون نظیر نداره چنین اعتصاب گسترده‌ای در صنعت نفت. روزنامه جهان صنعت نوشته که دست کم در 7 استان این اعتصاب شکل گرفته و بسیاری از کارکنان و کارگران صنعت نفت به اون پیوستند، به ویژه کارگرانی که پیمانکاری به شکل پیمانکاری و با قرارداد موقت از طریق پیمانکارها با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کار میکنن. این روزنامه نوشته که خواسته کارگران این هست که کار برابر با مزدشون رو انجام بدن، تبعیض قائل نشن در قبال پرداخت حقوق به این کارگران و همچنین بیمه و مسائل صنفی. و البته به نوشته این روزنامه یکی از خواسته های کارگران این هست که 20 روز کار کنن، 10 روز استراحت کنن، به این دلیل که کار این کارگران بسیار در شرایط سختی انجام میشه. روی سکوهای نفت هستن، توی مجتمعهای پتروشیمی هستن و در شعاری هم که روزنامه جهان صنعت نوشته که نشون داده در عکسی که به چاپ رسونده، تاکید کردن این کارگران که نفت و گاز آسان تولیده میشه، هزینش سلامت و جان ماست که این کارگران در چنین شرایط سختی کار میکنن. روزنامه پیام عسلویه هم گزارش مشابهی درباره این اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی منتشر کرده و نوشته که برخی از این کارگران اخراج هم شدن به دلیل اعتراضات. چند نماینده مجلس هم در این زمینه اظهار نظر داشتن که روزنامه پیام عسلویه اونها رو هم منتشر کرده. یک نماینده گفته که باید پیمانکارها رو حذف کنیم تا اعتراض کارگران صنعت نفت رو بتونیم پاسخگوش باشیم، و نماینده دیگری گفته که ما طرح دو فرضیتی می‌بریم مجلس تا مشکلات کارگران صنعت نفت رو بررسی کنیم. اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یک مقدار متفاوت هست با اعتراضات دیگر، به این دلیل که شاهراه اقتصادی و درآمد جمهوری اسلامی هم از طریق صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هست و اعتصاب این کارگران میتونه جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی بیش از پیش مواجه کنه. روزنامه سپید گزارش داره از آغاز موج پنجم کرونا در ایران خبر داده. پیام تبرسی که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هست، این روزنامه گفته که موج پنجم کرونا آغاز شده از استانهای جنوبی و در حال پیشروی به سایر مناطق کشور هست. ایشون گفته در حال حاضر نمونه ویروس دلتا، یعنی موارد ابتلا به ویروس دلتا که همون گونه جهش یافتی هست که در هند شناسایی شده، در فیروزکوه دماوند در استان تهران هم مشاهده شده و گفته که تهران هم نمیتونه عاری از این نوع جهش یافتی باشه. 8 تا 12 نفر رو هر کسی که این ویروس رو مبتلا بشه میتونه مبتلا بکنه. و تاکید این کارشناس بهداشت درمان این هست که در حال حاضر موج پنجم کرونا محورش همین ویروس دلتا هست، یعنی ویروس جهش یافته از نوعی شناسایی شده در هند که در حال گسترش هست در ایران.